واکنش مونا مهرجویی به درگذشت بیتا فرحی. دوستان عزیز به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. مونا مهرجویی با درگذشت بیتا فرحی، یکی از دوست و همکاران نزدیک پدر و مادرش، بار دیگر عزادار شد. مونا در واکنش به درگذشت زنده یاد بیتا فرحی نوشت: بیتای عزیز من، بانو رفت، دیگر چیزی از هامون باقی نمانده. در فیلم هامون زنده یاد، خسرو شکیبایی زنده یاد بیتا فرحی و بسیاری از بازیگرانی نقش آفرینی کردند که دیگر در بین ما نیستند و آسمانی شدند. و مونا مهرجویی با دیدن خبر تلخ درگذشت بیتا فرحی بار دیگر غمگین شد و درگذشت بیتا فرحی رو این چنین به خانواده او تسلیت گفت. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به مراسم 40 که مونا مهرجویی برای پدر و مادرش گرفت. لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. روز گذشته مونا مهرجویی به مناسبت 40 روز درگذشت پدر و مادرش مجلس یادبودی رو در تالار بسیار باشکوهی برای پدر و مادرش تدارک دید. در این مراسم که به صورت خصوصی و غیر رسمی در یک تالار باشکوه برگزار شده بود، هنرمندانی همچون لیلا حاتمی و توماج صالحی که به تازگی آزاد شده هم در این مراسم حضور داشتند. در قسمتی از این مراسم که با ساز موسیقی علی سنتوری با نواختن یک هنرمندی که در فیلم لامینور هم ایشون سنتور می زدند، این مراسم شروع و در نهایت به اتمام رسید و مونا مهرجویی به عنوان بازمانده داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر میزبان این مراسم باشکوه بود. و از همه حضاری که در این مراسم شرکت کرده بودند تقدیر و تشکر کرد که در این مدت با او و همچنین سایر بازماندگان مهرجویی همدردی کردند. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به حواشی و جنجال هایی که در قتل داریوش مهرجویی به وجود اومده و همچنین سرنخ هایی که جدیداً از قاتلان داریوش مهرجویی منتشر شده و همچنین این روزهای مونا مهرجویی. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اعلام شده که قاتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر آشناست و ظاهراً کار 4 جوان افغان فقط نبوده. این خبری بود که در روز گذشته همه رو شوکه کرده. خبری از بهروز افخمی، کارگردان مشهور سینما و تلویزیون، که گفتگوی او با یکی از شبکه‌های تلویزیونی باز هم ماجرای به قتل رسیدن داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر رو بر سر زبان‌ها انداخت و در فضای مجازی پرحاشیه کرده. بهروز افخمی که مدتی بعد از به قتل رسیدن استاد مهرجویی و همسرش با لبخندی بر لب به محل اقامت آقای مهرجویی میره و با لبخند و ذوق مرگی تمام اعلام میکنه که برای ساخت فیلمی از زندگی و به قتل رسیدن استاد مهرجویی به محل زندگی اونها اومده تا از وقایع به قتل رسیدن استاد مهرجویی و همسرش کشفیات جدیدی رو به دست بیاره. آن هم در زمانی که محل اقامت داریوش مهرجویی پر از ماموران و نیروهای امنیتی و کارگاهان تجسس بود برای به دست آمدن سرنخی از قاتل مهرجویی بزرگ. جالبه بدونید که بهروز افخمی با لبخند و ذوق زدگی فراوان در روزی به محل اقامت زنده یاد مهرجویی میره که ماموران آگاهی 4 مظنون و متهم به قتل استاد مهرجویی رو بر سر صحنه جرم آورده بودند تا از آنها بازجویی بکنند و این صحنه قتل رو در واقع صحنه سازی بکنند
و آقای بهروز افخمی هم انگار که از این اتفاق خیلی خوشحال باشه، با ذوق زدگی تمام میاد مصاحبه‌ای در اون روز میکنه و میگه من میخوام یک فیلم درست بکنم، اونم یک فیلم کاملا کمدی از قتل داریوش مهرجویی. جالبه بدونید که بهروز افخمی در مصاحبه اخیرش که روز گذشته بوده اعلام کرده که مردم چشم ندارن ببینن که من در مورد قتل مهرجویی میخوام فیلم بسازم، میخوام مستندی با کمی مایه طنز درباره این قتل بسازم. اگر در آمریکا این قتل اتفاق میافتاد، هزاران کتاب و هزاران فیلم ازش درست میشد. حالا کسی نیست از این کارا بکنه، من داوطلب شدم. حالا همتون چرا به من حمله ور شدید؟ باید ازم تشکرم بکنید که راجع به این قتل میخوام فیلم درست کنم. اما آقای بهروز افخمی، فیلمی که شما درست میکنید باید حالت طنز داشته باشه. فکر میکنید که به قتل رسیدن یک کارگردان بزرگ کشورمون میتونه طنزآمیز باشه؟ حالا جالبه بدونید که آقای بهروز افخمی قاتل داریوش مهرجویی رو شناسایی کرده، چرا که آقای افخمی در مصاحبه اخیرشون اعلام کردن که داریوش مهرجویی توسط یک آشنا به قتل رسیده، چون شواهد نشون میده که آقای داریوش مهرجویی به طور خودخواسته در خونش رو به روی قاتلش باز کرده، یعنی از قبل با قاتلش آشنا بوده، در حالی که ادعا شده بود که 4 جوان افغان آقای مهرجویی و همسرش رو به قتل رسوندن و 4 جوان افغان هم به قتل آقای مهرجویی و همسرش اعتراف کردند. این در حالیه که منا مهرجویی تنها فرزند وحیده محمدی فر و فرزند سوم استاد مهرجویی اعلام کرده و در پیج اینستاگرامش با منتشر کردن یک استوری گفته قاتل از نظر ما هنوز شناسایی نشده. این در حالی بود که ماموران آگاهی 4 جوان افغان رو به صحنه قتل برده بودند و در واقع اعلام کرده بودند که این 4 جوان افغان قاتلان داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر هستند. اما دقایقی بعد از منتشر کردن استوری منا مهرجویی، وکیل او از منا درخواستی میکنه مبنی بر پاک کردن استوریش و همچنین وکیل منا مهرجویی هم اعلام کرده که قاتل از نظر اونها هنوز مشخص نیست و باید تحقیقات بیشتری برای شناسایی قاتل یا قاتلین صورت بگیره. این در حالی بود که بهروز افخمی با گذشت تقریبا 2 ماه از به قتل رسیدن داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر روز گذشته با مصاحبه جنجالی خودش باز هم در مورد قاتل داریوش مهرجویی و همسرش حرفای ضد و نقیزی زد و باز هم همه را به فکر فرو برد. اما دوستان عزیز، منتظر خبرهای جدیدی از قاتل یا قاتلین داریوش مهرجویی باید باشید و همچنین منتظر فیلم طنزآمیز آقای بهروز افخمی از ماجرای به قتل رسیدن دوست و همکارش آقای داریوش مهرجویی هم باید باشید، چرا که ظاهراً به قتل رسیدن داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر برای بهروز افخمی یک مسئله بسیار تمسخر آمیز و خنددار و طنزآمیزی بوده. امیدواریم که خداوند خیلی ها رو به راه راست هدایت بکنه تا از به قتل رسیدن دوستان و همکارانشون ذوق مرگ نشن، که در نهایت بخوان از به قتل رسیدن اونها فیلم طنزآمیزی رو هم کارگردانی و همچنین تهیه بکنن و با افتخار تمام اعلام کنن که مردم چرا به من حمله میکنید، من دارم یه کار فرهنگی میکنم. امیدوارم که دوستان عزیز از این کارهای فرهنگی حداقل شما در مورد دوستان آشنایانتون نکنید. خدا رو شکر که
مفهوم کارهای فرهنگی و هنری رو هم متوجه شدیم. البته با احترام به دوستان هنرمند و کارگردانان وفادار و با اصل و نسبی که در واقع فرهنگ و هنر برای اونها مفهوم بسیار بزرگ و عمیقی داره. دوستان عزیز، لطفاً شما نظراتتون رو راجع به قتل داریوش مهرجویی و همچنین قاتلش در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفاً نظراتتون رو هم راجع به ساخت فیلم طنزآلود آقای افخمی راجع به قتل رسیدن داریوش مهرجویی هم برامون لطفاً نظراتتون رو بنویسید. آیا شما هم اگر جای آقای بهروز افخمی بودید راجع به قتل رسیدن همکارتون فیلم طنزآمیزی رو از به قتل رسیدنش تهیه می کردید برای امرار معاش زندگیتون یا نه؟ لطفاً بدون تعارف در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسید و حتماً و لطفاً راجع به سوالاتی که پرسیده میشه ازتون کامنت بذارید. از حواشی و مسائلی که در واقع ربطی به موضوعمون نداره کامنت نذارید. دوستان عزیز، لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال های حاشیه مدیا، نیوز تیوی، فکت نیوز رو به صورت فینگلیش سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید، ویدیو هامون رو ببینید، لایک کنید، کامنت بذارید، روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو فشار بدید و لینک ویدیوها و کانال هامون رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک، انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و عربی لطفاً شیر بکنید. ممنون که با ما همراه بودید. با تشکر از همراهیتون تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.